فساد پدیده ای که در تار و پود حکومت رئیس جمهور غنی جا گرفته است هرچند آقای غنی و همکارانش در کاخ ریاست جمهوری تعهد کردند در امر مبارزه با فساد اداری گام های قاطعانه برمیدارند اما شمار از زیر دستان ریاست جمهوری کشور از کسانی هستند که بیشتر در انجام فساد اداری دخیلند و از پشتیبانی های سیاسی برخوردار هستند در تازه ترین مورد اداره بازار رئیس جمهور در نشست خبری گفته است که بیش از 300 میلیون افغانی در پرونده های کرونا در سطح مرکز و ولایت های کشور حیف و میل شده است و بیشتر مقام های محلی در فساد دخیل بودند و شمار زیادی از این افراد به نهادهای عقلی و قضایی معرفی شدند. ما در سطح 24 ولایت موارد را به مقدار مجموعی 907 میلیون و 246 هزار و 68 افغانی بازرسی کردیم یعنی به شکل موردی بازرسی شده و در 907 میلیون افغانی که داره بازرس بررسی کرده در حدود 330 میلیون و 354 هزار و 912 افغانی از دید ما بالاتر از نرخ بازار خریداری شده با وجود که با در نظر داشت نکاتی که قبلا گفتم که نرخ در ها ثابت نبود. یافته ها این اداره بیشتر متمرکز بود بر فساد میلیونی در بودجه کرونا که حکومت رئیس جمهورگانی در موج نخست این بیماری همگیر پول هنگفتی را به مرکز و ولایات های کشور تخصیص داده بود تا دا در عرصه مبارزه با کرونا حکومت های محلی دست بازی داشته باشند با گفته که بانو غزل هارس اداره بازرس در موج نخست کرونا شاهد فساد و حیف میل گسترده در سطح ولایات بوده که بیشتر موارد را رسانه ها و نهادهای های جامعه مدنی همگانی کردند. اما متاسفانه در موج اول ویروس و کرونا ما شاهد موارد زیاد از فساد و حیف میل در سطح ولایات بودیم و اکثر از این موارد رسانه های محترم و نهادهای جامعه مدنی در اول گزارشاتشان ارائه کردند بانو هارس میگوید که یافته های کلی این اداره در 24 ولایت نشان میدهد که مقام های محلی بیشتر موارد مورد نیاز را با قیمت بالا و چند برابر از قیمت مط خریداری کردند حالا از 24 ولایت در چند مورد خلاصه میشه اولی که خریداری ها بسیار با قیمت بلند صورت گرفته بود اداره بازرس کاملا درک میکنن که وضعیت وضعیت استراری بود قیمت ها در بازارها ثابت نبودن و در پالویش مسدود بودن مرزها، ها ما را بیشتر ساخته بود مشکل ما را در سطح بازارها بیشتر ساخته بود اما اداره بازرس ریاست جمهوری تاکید میورزد که این اداره در امر مبارزه با فسادیداری اداری گام های قاطع را برداشته است و ترتبانی با دیگر اداره های حکومتی تلاش خواهد کرد تا چنین موارد فساد را مستندسازی و با متخلفین برخورد قانونی صورت